خب بچه‌ها ببینیم سوال چی گفته. گفته کدام یک از مطالب زیر به درستی بیان نشده است، یعنی مطلب نادرست رو باید پیدا بکنیم. یک، داشتن جلا رسانه‌ای الکتریکی و گرمایی جزء رفتارهای فیزیکی. خب بچه‌ها اینا جزء رفتارهای فیزیکی قرار می‌گرفتن و توانایی اتم به از دست دادن الکترون جزء رفتارهای شیمیایی فلزهاست. بچه‌ها فلزها توانایی شیمیاییشون چی بود؟ از دست دادن الکترون بود که هر چی بیشتر بود واکنش پذیریشون هم بیشتر بود. پس گزینه یک درسته و جواب تست ما نیست. گزینه دو، گفته مطابق مدل کوانتومی اتم را مانند کره در نظر میگیرن که الکترون پیرامون است و در لایه الکترونی در حرکت است. خب توضیح مدل کوانتومیه، درسته بچه‌ها تو کتاب درسی اینو داشتیم. سه، گفته تولید نور، آزادسازی گرما، تشکیل رسوب و خروج گاز نشانه هایی از چیز بچه‌ها تغییر شیمیاییه. ما اینم دوباره تو کتاب درسی داشتیم و مطلب مهمی بوده و توی حاشیه ها بوده و باید بلد باشیم که تغییر شیمیایی توی این موارد اتفاق میفته. حالا گزینه 4 که قاعدتا باید جواب تست ما باشه، ببینیم چی گفته. گفته در یک دوره با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ها کاهش مییابد. بچه‌ها ما توی یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست که حرکت میکردیم لایه الکترونی در واقع ثابت بود و نه اضافه میشد و نه کم میشد، اما با افزایش تعداد پروتون یعنی بار مؤثر هسته میزان نیرویی که به الکترون‌ها وارد میشد که الکترون‌ها رو سمت خودش جذب کنه یعنی جاذبه بین الکترون و پروتون زیاد میشد که این باعث چی میشد؟ کاهش شعاع اتمی میشد، یعنی جاذبه بین الکترون‌ها و پروتون‌ها زیاد میشد و شعاع اتمی کم میشد. اینجا گفته چی؟ اینجا گفته جفتشون کاهش پیدا میکنه. بچه‌ها در صورتی که این قسمت افزایش پیدا میکنه. گزینه 4 گزینه اشتباه است و جواب تست ما.